به تازگی آژانس فضایی اروپا خبر از کشف بسیار مهمی داده و آن پی بردن به وجود دریاچه از آب در زیر یخهای قطب جنوب کره بهرام یا مریخ است. این کشف را با بکار بردن داده های ماهواره‌ای به نام مارس اکسپرس که اروپا در سال 2003 به مدار بهرام فرستاده به دست آوردند. در برنامه امروز می‌خواهم درباره این کشف تازه و به طور کلی مسئله آب در بهرام سخن بگویم. آب مسئله بسیار مهمی است از جنبه‌های گوناگون، به ویژه به سبب رابطه‌اش با زیست. زیستی که در کره زمین می‌شناسیم بر آب استوار است. در حدود 600 سال پیش از زادمان مسیح، یعنی نزدیک به 2600 سال پیش، فیلسوف یونانی تالس بر این باور بود که آب منشأ هستی است. پیش از این کشف تازه می دانستیم که در بهرام آب به دیسه یخ در کلاهک های قطبی آن وجود دارد. همچنین مقدار کمی آب به دیسه بخار در جو بهرام هست و همچون شبنم بر سطح کاوشگرهایی که بر بهرام فرود آمدند پدیدار می شود. در سال 2015 سازمان فضایی ناسا خبر از کشفی داد درباره تراوش گهگاهی آب در شیب برخی از تپه‌های استوایی بهرام. ولی خبری که به تازگی منتشر شده از این حیث جالب است که نخستین باری است که پهنه‌ای از آب پایدار کشف می‌شود. بهتر است نخست تاریخچه کوتاهی از کوشش‌هایی که تاکنون برای یافتن آب در بهرام شده به دست بدهم. بهرام چهارمین سیاره راجمان خورشیدی پس از کره زمین است. نسبت به کره زمین 1.5 برابر از خورشید دورتر است و به همین سبب سالش، یعنی مدت زمانی که لازم است تا یک بار به گرد خورشید بگردد، 687 روز زمینی است، یعنی نزدیک به 2 سال زمینی. قطر بهرام در حدود 6800 کیلومتر است، یعنی تقریبا نصف قطر کره زمین. در این تصویر میتوان اندازه های زمین و بهرام را با هم سنجید. این تصویر همچنین یکی از 2 کلاهک سفید قطبی بهرام را نشان میدهد. جرم بهرام 1/10 جرم زمین است. بنابراین جسمی که در کره زمین 60 کیلوگرم وزن داشته باشد در آنجا تقریبا 20 کیلوگرم خواهد بود. بهرام جو دارد ولی جوی بسیار تنک. 95% جو آن گاز کربونیک است. در مقایسه گاز کربونیک جو زمین 0.03% است. در حدود 3% جوان ازوت است، حالان که 78% جو زمین از ازوت درست شده. اکسیژن در آن بسیار کم است، در حدود 0.1%، حالان که در زمین به 20% میرسد. فشار جو بهرام کم است، 0.05 فشار جو زمین، مانند فشار در فرازای 35 کیلومتری در جو زمین. سطح بهرام بسیار سرد است. دمای میانگین در روز منهای 15 درجه سانتیگراد است و در شب به منهای 100 درجه سانتیگراد فرو می افتد. شبانه روز آن تقریبا 24 ساعت است، مانند کره زمین. در گرمترین نقطه استوا در تابستان دما به 20 درجه سانتیگراد می رسد. به سبب سرما آب نمیتواند به دیسه مایع وجود داشته باشد و چون فشار کم است بخار میشود. پس بهرام محیطی است کویری، خشک، سمی و ناسازگار برای زیست. ناسا تاکنون 9 کاوشگر به روی بهرام فرود آورده که با دستگاه‌های خود به تجزیه و تحلیل‌های گوناگون از سطح و جو آن پرداختند. از آن میان 4 روور در سطح بهرام کیلومتر راه پیمودند و داده‌های بسیار به دست آوردند. به ویژه روور کیوریوزیتی که در سال 2012 در آنجا فرود آورده شد، با دستگاه‌های گوناگونش شناخت ما را از این سیاره
پیشرفت بسیار داده است. برای نمونه این دو تصویر که این کاوشگر گرفته نشان می‌دهند که در گذشته در سطح بهرام آب روان بوده. به یاری این داده‌ها امروزه می‌دانیم که 3-4 میلیارد سال پیش در بهرام دریاچه و رودخانه وجود داشتند. در سال 2015 نپایش‌های ماهواره‌ای به نام مارس رکونسانس اوربیتر که سازمان فضایی آمریکا 10 سال پیش از آن در مدار بهرام نهاده بود، پدیده مهمی را آشکار کردند که تا آن زمان نمی‌شناختیم. نپایش‌های این ماهواره نشان دادند که در سراشیبی برخی تپه‌های استوایی بهرام در تابستان مایعی روان می‌شود. در این تصویر یکی از این تپه‌ها را می‌بینید. باریکه‌های تیره رنگ اثرهای تراوش مایع است. این تصویر این باریکه‌ها را نشان می‌دهد که در زمستان از میان می‌روند و در تابستان باز می‌آیند. پهنای این باریکه‌ها در فصل سرما از 1 متر کمتر است، ولی در تابستان به 5 متر می‌رسد. درازای آن 100 متر می‌شود. بیناب یا طیف گرفته شده از این باریکه‌ها نشان می‌دهد که دارای ترکیب‌های نمکی‌اند، به ویژه پرکلرات منیزیم، کلرور منیزیم و پرکلرات سدیم. وجود این نمک‌ها نقطه انجماد آب را پایین می‌آورد و آب آمیخته با این نمک‌ها می‌تواند تا دمای منهای 40 درجه سانتیگراد مایع بماند و روان باشد. پس این آب در زمستان که دما بسیار پایین است یخ می‌بندد، ولی در تابستان که دما بالا می‌رود روان می‌شود و از سراشیب‌ها می‌تراود. البته باید گفت که ما هنوز دلیل سرراستی برای وجود این آب نداریم. وجود نمک‌های پرکلرات را به بودن آب روان نسبت می‌دهیم. نپایش‌های آینده باید این موضوع را روشن کنند. اما درباره این کشف تازه که خبر آن چند هفته پیش منتشر شد، آژانس فضایی اروپا در سال 2003 ماهواره‌ای را به نام مارس اکسپرس در مدار کره بهرام نهاد. این ماهواره با خود چند دستگاه اندازه‌گیری بسیار پیشرفته دارد که هر یک برای نپاهش جنبه ویژه‌ای از بهرام به کار می‌رود. یکی از این دستگاه‌ها راداری است که موج‌های رادیویی با بسامد یا فرکانس کوچک 3 تا 5 مگاهرتز یا طول موج‌های بزرگ 100 تا 60 متر به سطح بهرام می‌فرستند و پس از بازتاب این موج‌ها از سطح بهرام آنها را دریافت و تجزیه و تحلیل می‌کند. با مطالعه جزئیات بازتاب از سطح بهرام می‌توان به ویژگی‌های ماده سطح بهرام و لایه‌های زیر سطح آن پی برد. گروهی از اخترفیزیکدانان که این داده‌های این ماهواره را مطالعه کردند، رهبری گروه با اخترفیزیکدان ایتالیایی روبرتو اوروسی بوده، به این نتیجه رسیدند که زیر لایه یخی قطب جنوب بهرام در ژرفای 1.5 کیلومتری از سطح بهرام دریاچه‌ای از آب مایع است. از یک سو تا سوی دیگر دریاچه 20 کیلومتر می‌شود. ژرف‌های دریاچه را نتوانستند تعیین کنند، چون نپاهش‌های به کار رفته چنین امکانی را نمی‌دادند. پژوهشگران برآورد کردند که دما در سطحی که آب را از لایه‌های یخ بالای آن جدا می‌کند در حدود منهای 30 تا منهای 10 درجه سانتیگراد است. نقطه انجماد آب در فشار کنار دریا در کره زمین 0 درجه سانتیگراد است، ولی آب میتواند در دماهای بسیار پایین تر از 0 درجه به دیسه مایع بماند اگر فشار بسیار باشد. کیلومترها لایه یخ زیر سطح بهرام باید فشار بسیار بر سطح آن آب وارد کند. عامل دیگر میتواند وجود نمک در آب باشد. چنانکه گفتم در سطح بهرام نمک‌های سدیم، منیزیم و کلسیم پیدا کردند. دو عامل نمک و فشار بسیار می توانند نقطه انجماد آب را تا منهای 74 درجه سانتیگراد پایین آورند. بنابر پژوهشگران چنین دریاچه هایی می توانند در بسیاری از جاهای زیر پوسته بهرام وجود داشته باشند. خلاصه کنم، وجود دریاچه آب در بهرام را با بکار بردن رادار و موج های رادیویی کشف کردند. این تکنیک را
در کره زمین هم به کار بردند و به یاریان توانستند در ژرف‌های 4 کیلومتری زیر لایه یخ‌های قطب جنوب دریاچه‌هایی از آب پیدا کنند. معروف‌ترین آنها دریاچه‌ای است به نام وستوک. از آنجا که چنان که گفتم زیست با آب همراه است، یکی از بزرگترین مسئله های پیش روی اختر فیزیکدانان دانستن این است که آیا در بهرام زیست وجود داشته یا وجود دارد. گفتم که میلیون ها سال پیش بهرام دارای رودها و دریاچه ها بوده. آیا اثری از زیستی که احتمالاً در آن زمان وجود داشته بازمانده؟ تا کنون بیش از 60,000 شخانه یا سنگ آسمانی در سطح کره زمین یافتند. این شخانه ها از بیرون از کره زمین به زمین فرو می افتند. از این 60,000 شخانه کمی بیش از 120 تا از آنها سنگ هایی هستند که از کره بهرام کنده شدند و به زمین رسیدند. یکی از این شخانه های بهرام 13,000 سال پیش بر زمین فرو افتاده، ولی چند میلیارد سال پیش در کره بهرام بوده است. در سال 1996 دانشمندان سازمان فضایی آمریکا ناسا این شخانه را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که در آن فسیل‌های میکروبی وجود دارند، یعنی این میکروب‌ها باید بخشی از زیست پدید آمده در بهرام باشند. این خبر هیجان بسیار برانگیخت، ولی پس از 2 سال مطالعه ژرف‌تر سازمان ناسا اعلام کرد که نمی‌تواند آن نتیجه‌گیری پیشین را تایید کند. نپاهش دیگری که میتواند با زیست پیوند داشته باشد این است که کاوشگر کیوریزیتی و یکی از ماهواره‌های آژانس فضایی اروپا پی بردند که در جو بهرام گاز متان هست و اندازه آن در فصل تابستان بهرام بیشتر می‌شود. این بسیار جالب است، زیرا بخش مهمی از گاز متان در کره زمین زایده زیست میکروبی است. پژوهش‌های آینده باید خاستگاه گاز متان در بهرام را روشن کنند. احتمال بسیار هست که در این دریاچه کشف شده در بهرام زیست وجود داشته باشد، ولی چون دریاچه در 1.5 کیلومتری زیر سطح بهرام جای دارد، به این زودی ها نخواهیم توانست از بودن یا نبودن آن مطمئن شویم. وقت ما به پایان رسید. امروزه می‌دانیم که زیست دیسه یا صورتی است از ماده. هرگاه اوضاع و احوال لازم فیزیکی و شیمیایی فراهم باشند، ماده بیجان میتواند با گذشتن از مرحله هایی به ماده جاندار تبدیل شود، بیان که نیازی باشد به نیروهای ابرزاستاری یا فوق طبیعی.